خبرها درباره انهدام بالگرد تهاجمی روسیه در جنوب اوکراین. منابع نظامی روسیه امروز پنجشنبه تایید کردند بالگرد تهاجمی کاموف 52 در منطقه روبوتین واقع در زاپروژیا منهدم شده است. این منابع خبر دادند طی انهدام این بالگرد تهاجمی روسی یک خدمه کشته شده، اما فرمانده‌ای که در آن حضور داشت نجات پیدا کرده است. امروز پنجشنبه ارتش اوکراین خبر داد نیروهای این کشور یک بالگرد تمساح روسیه را در جبهه زاپروژیا منهدم کردند. برخی رسانه‌ها مدعی انهدام دومین بالگرد روسیه طی امروز شده بودند که منابع نظامی روس این ادعا را تکذیب کردند. زلنسکی کوتاه نمی‌آید. تصمیم جنجالی اتخاذ شد. یاروسلاو ژلزنیاک، قانونگذار اوکراینی، در پستی در صفحه تلگرام اعلام کرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قوانینی را برای تمدید بسیج عمومی و حکومت نظامی به مدت 90 روز دیگر، یعنی تا 15 نوامبر امضا کرد. این قوانین از فردا جمعه اجرایی خواهند شد. تا آن زمان قوانین قبلی اعمال می شوند. مقامات اوکراین 24 فوریه سال 2022 میلادی، درست همان روزی که حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، حکومت نظامی در این کشور را اعلام کردند. فردای همان روز زلنسکی حکمی را در رابطه با بسیج عمومی امضا کرد. پارلمان اوکراین ماه گذشته حکومت نظامی را تا 15 نوامبر تمدید کرد. اولکسی گونچارنکو، یکی از قانونگذاران اوکراینی، اعلام کرد به خاطر تمدید حکومت نظامی، انتخابات پارلمانی اوکراین که قبلا برای اواخر ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده بود لغو شد. آمریکا به زودی شیرفلکه کمک‌های مالی به اوکراین را می‌بندد. نخست وزیر پیشین اوکراین اعلام کرد دولت آمریکا از کمک‌های مداوم نظامی و مالی به کیف خسته شده و به زودی این کمک‌ها را قطع خواهد کرد. نیکولای آزاروف، نخست وزیر پیشین اوکراین، اعلام کرد واشنگتن از دادن پول‌ها و سرمایه‌های کلان به کیف خسته شده و شیرفلکه یارانه‌های آمریکا به ارتش اوکراین به زودی بسته می‌شود. وی در این باره افزود نیروهای مسلح اوکراین ارتشی از مزدوران هستند که در آن نه سلاح، نه پول و نه تجهیزات وجود ندارد. ارتش اوکراین برخلاف نیروهای مسلح روسیه کاملا به غرب وابسته است. آزاروف درباره علت قطع کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به اوکراین گفت: هیچ فرد عاقلی وجود ندارد که معتقد باشد ایالات متحده قصد دارد تا 10 سال دیگر از اوکراین حمایت کند. بله، این مزخرف است. خبر مهم دبیرکل ناتو درباره نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، امروز پنجشنبه و در پاسخ به سوالی درباره ضد حملات اوکراین علیه نیروهای روسیه گفت اوکراینی‌ها پیشرفت می‌کنند، اما عدم قطعیت زیادی در این خصوص وجود دارد. طبق گزارش رسانه‌های غربی، ضد حمله مورد انتظار اوکراین تا کنون با شکست مواجه شده و نیروهای این کشور فقط توانستند با هزینه‌های گزاف وسعت محدودی از سرزمین‌ها را پس بگیرند و با گذشت 6 هفته از عملیات‌ها همچنان در شکست شبکه دفاعی روسیه ناکام ماندند. دبیر کل ناتو در ادامه گفت اوکراینی‌ها شرایط صلح را تعیین می‌کنند و نقش ناتو حمایت از آنهاست. کشورهای غربی و ناتو تاکنون چندین بسته حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین را تسلیم کردند و حالا اوکراینی‌ها اصرار بر تجهیز به جنگنده‌های F-16 دارند. چندی پیش جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، وعده ارسال جنگنده‌های F-16 برای کیف را داد، اما روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی به نقل از چندین کارشناس نظامی نوشت که بعید است این جنگنده‌ها با توجه به روند فعلی جنگ در اوکراین تحول چندانی در اجرای ضد حمله ارتش این کشور به وجود بیاورد. استولتنبرگ درباره خاتمه جنگ اوکراین نیز گفت ناتو گفتگوها و رایزنی‌های مداومی را در داخل این ائتلاف پیرامون چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین و پیشروی به سمت صلح دنبال می‌کند. روزنامه‌های غربی اواسط مرداد ماه در گزارشی درباره تقلای اوکراین برای تضعیف موقعیت روسیه در مذاکرات صلح نوشته بود در حالی که نبردهای سهمگین در خطوط مقدم خونین‌ترین جنگ اروپا در طول دهه‌های گذشته در جریان است، زلنسکی به دیپلمات‌های خود گفته اوضاع برای کیف حتی سخت‌تر هم خواهد شد، چرا که احتمالاً فشارها برای یافتن یک مسیر از راه مذاکره برای صلح افزایش می‌یابد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.